أن تدخلني ربي الجنة هذا أحلى ما أتمنى. سلام دوستای خوبم، همونطور که ما میدونیم پیامبر مهربونمون برای همه رحمت بودن. حتما هم شنیدیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید کسانی که به دیگران رحم میکنند مورد رحمت خدا قرار میگیرند. یکی از علامتهای رحمت انسان به انسان دیگه برطرف کردن نیازهای مادی اونه. آره دوستای خوبم، خب موضوع این برنامه رو حد زدین؟ موضوع این برنامه در مورد صدقه دادنه. شاید ما از خودمون سوال کنیم راستی واسه چی بایستی به فکر هم نوع خودمون باشیم؟ چرا چیزی که مال ماست رو به دیگری بدیم؟ چیزی که شاید با زحمت زیاد به دستش آوردیم به کس دیگری بدیم؟ آره یکم سخته، اما اگه بدونیم تو این صدقه دادن چه چیزهای با ارزشی به دست میاریم، مطمئنم جواب سوالمونو پیدا میکنیم. دوستای خوبم، بذاریم از پیامبر خدا، اونی که بیش از خودمون ما رو دوست داشت، بشنویم که چرا ما باید صدقه بدیم. پیامبر دوست داشتنی ما در سخنان گوهربارش همیشه ما رو به صدقه دادن تشویق کرده، به همون سفارش کرده که صدقه بدیم، چون با صدقه دادن حتی اگه چیز کم ارزشی به اندازه یه تکه خرما هم باشه انسان از دوزخ نجات پیدا میکنه. میدونید از جمله کسایی که در روز قیامت، در روزی که سایه جز سایه خدا وجود نداره، اونیه که صدقه رو به طور مخفیانه به فقیر داده؟ در ضمن صدقه دادن باعث برکت در مال میشه. خداوند هم وعده داده که مال شخص صدقه دهنده رو افزایش بده. تو حدیثی که خونده شده فهمیدیم که فرشتگان در هر صبحگاه واسه کسی که صدقه میده از خدا میخوان که بهش عوضشو بده. بچه ها تصور کنید شما با این کار چه خوشحالی رو وارد قلب شخص فقیر میکنید. دوستای خوبم، دوست دارم این کارو امتحان کنید، ببینید چه آرامش عجیبی رو تو قلبهای پاکتون حس میکنید. یه لحظه هم شده خودتونو جای اون شخص فقیر بذارید، ببینم چه حسی داشت اگه نیازمند خیلی چیزهای مهم و ضروری بودید اما نمیتونستید بهش دسترسی داشته باشید. خیلی از چیزهایی که ما به راحتی در اختیار داریم، شاید داشتن اون جزء آرزوهای فقیر هاست. خیلی ها نمیتونن به خاطر فقر درس بخونن، خیلی ها نمیتونن لباس بخرن، و یا حتی خیلی ها غذا هم ندارن که بخورن. دوستای خوبم، بیاییم از پیامبر مهربونمون پیروی کنیم که تو صدقه دادن از همه بالاتر بودن، و تو رمضون وقتی که جبرئیل میومد به ملاقاتش و قرآن رو به پیامبر یاد میداد، پیامبر در این اوقات بیش از پیش صدقه میداد. چه خوب میشه اگه ما تصمیم بگیریم با صدقه دادن اولا گناهانمون رو پاک کنیم و بهشت و واسه خودمون تضمین کنیم، علاوه بر این نیاز اون شخص فقیر رو هم برطرف کنیم. دوستای خوبم، میدونم تو هر شهر یا روستایی که زندگی میکنیم بچه های فقیر هم سن و سال من و تو هستن که فقیرن. دوستی که شاید توی کلاس با هم درس میخونیم یا با هم همبازی هستیم یا بچه همسایه‌مون، بیاییم تصمیم بگیریم از این به بعد بهشون کمک کنیم. راستی همونطور که میدونید بهشت 8 در داره، یکی از اون درها واسه کساییه که برای رضای خدا صدقه دادن. ببینم دوست ندارید از این در وارد بشید؟ اگه تو دنیا صدقه بدی تو آخرت از این در صدات میکنن. خب دوستای خوبم، تا برنامه بعدی خدا نگهدار. هذا أحلى ما أتمنى.